شبنم رامی، مجری جذاب شبکه منوتو که بیشتر اون رو در برنامه منوتو پلاس می دیدیم، بیوگرافیش رو اینگونه بیان می کنه. اون میگه من عاشق ورزش کردنم و دوست دارم روزم رو همیشه پر انرژی و شاداب شروع کنم. از طرف دیگه قبلا من مقداری اضافه وزن داشتم و به قولی توپل بودم. یعنی بخوام برای شما دقیق تر بگم قبلا سایزم 12 بود و الان سایز من به 6 رسیده. اون هم به خاطر ورزش ها و رژیم غذایی پیگیر و هدفمندی بود که من داشتم. من توی باشگاه علاوه بر ورزش هایی که با وزن انجام میدم عاشق دویدنم. هر وقت که وقت داشته باشم مسیری رو میدوم و علاوه بر لذت بردن از محیط به کاهش وزنم هم کمک میکنم. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. اون در پاسخ به اینکه اولین شغلی که داشتی چی بوده، گفت من توی داروخونه کار میکردم. به صورت نیمه وقت زمانی که دانشجو بودم. بعد از اون جای دیگه ای شاغل شدم، البته به صورت تمام وقت، و بعد هم با آشنا شدن با شبکه من و تو به این شبکه اومدم و کار خودم رو شروع کردم. اون در پاسخ به سوال گرونترین چیزی که تا به حال خریده چی بوده میگه یه دونه کیف گرون قیمت بوده که برای خودم خریده بودم. میتونم بگم گرونترین چیزی بوده که تا این لحظه خریدم. اگه بخوام بگم چیزی یا کسی که بدون اون نمیتونم دیگه زندگی کنم، قطعا اسم مادرم رو میارم. مامانم عشقمه، عمرمه، نفسمه. کلن بدون اون هیچ وقت نمیتونم زندگی کنم. شبنم در پاسخ به سوال این که اگه تونستی یه کاری که خیلی دوست داری انجام بدی چه شغلی بوده میگه مگه بهتر از کار توی من و تو هم شغلی پیدا میشه؟ ولی اگه بخوام شغلی رو نام ببرم، من چون شغلم فیلمسازی بوده خیلی دلم میخواست در صنعت فیلمسازی شغلی داشتم. من در دانشگاه رشته کارگردانی خونده بودم. شبنم میگه من 8 ساله بودم که از ایران به انگلیس مهاجرت کردیم و الان نزدیک به 25 ساله که خارج از ایرانیم و تحصیلات دانشگاهیم رو هم در اینجا مسلماً انجام دادم. شبنم از خلقیات خودش اینجوری میگه که از ناراحتی و غم دیگران ناراحت میشم و دلم نمیخواد هیچ وقت ناراحتی دیگران رو ببینم. شبنم میگه از نظر من بهترین قرار عاشقانه برای اولین بار اینه که با هم بریم بانجی جامپینگ و از ارتفاع بپریم پایین. فکر میکنم کار خیلی باحالی باشه، چون مشخص میکنه که طرف چقدر جربوزه داره و چقدر نترسه. شبنم عاشق ترانه های حامد همایون و ترانه نیمه من حامد همایون رو بسیار دوست داره، زیاد گوش میده. شبنم در آخرین روزهای شبکه منوتو در برنامه منوتو پلاس حضور پیدا کرد و آخرین مصاحبهش رو در این شبکه در کنار شاهو و سحر انجام داد. اون در پاسخ به اینکه کدوم قسمت از برنامه براش خیلی خاطره ساز بوده گفت همه برنامه های منوتو پلاس برای من پر از خاطره بودن. البته اینو باید بگم که من با شاهو تا حالا هیچ اجرایی نداشتم و این شاید اولین باره که در کنار هم در قاب تلویزیون قرار گرفتیم و علت این هم این بود که چون شاهو قد خیلی بلندی داشت و من قدم کوتاهه، این تفاوت قدی این اجازه رو نمیداد که در کنار هم اجرای برنامه داشته باشیم. شبنم میگه من اجرا جلوی دوربین رو خیلی دوست دارم، ولی فکر میکنم در درونم فعالیت پشت دوربین رو بیشتر میپسندم و از اینکه مدتی هم تهیه کننده منوتو پلاس بودم خیلی خوشحالم. یکی دیگه از برنامه هایی که من باهاش خیلی خاطره دارم برنامه شب جمعه بود که در اون شرکت کرده بودم. توی ایام کرونا بود و چالش من توی برنامه شب جمعه این بود که لیپسینگ خانم لیلا فروهر رو انجام بدم. یکی از آهنگ های مورد علاقه خودم بود به اسم هل هله که خیلی دوستش داشتم.
حالا که شبکه من و تو داره تعطیل میشه، باید بگم که من 7 سال از بهترین روزهای زندگیم رو در کنار بهترین آدمهایی که میشناختمشون در این شبکه سپری کردم، در من و تو. اصلا نمیتونم تصور کنم که از من و تو جدا میشم و نمیخوام جدا باشم. در کنار تمام آدمهای خلاق این شبکه کار حرفه‌ای رو یاد گرفتم و واقعا از تک تک همه شما عزیزانی که در این شبکه فعال بودید ممنونم. یه تشکر ویژه هم میخوام از کیوان عباسی و مرجان عزیز داشته باشم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم الان اینجا باشیم و باعث شدن که من به اون چیزی که همیشه دلم میخواست بهش برسم خیلی نزدیک بشم. در ادامه تصاویری از شبنم، این مجری جذاب و پر انرژی رو با هم میبینیم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا برنامه بعد بدرود.